نو په دې اساس ویل شي چې محمد عامر د 1315 ښوونیز کال محمد عامر متعلم صنف 11 لیسه غازی عبدالله شهر کابل برنده مقام ستاره معارف در شهر کابل شد. این مسابقه میان 53,000 متعلم صنف 11 شهر کابل را اندازی شده بود. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده را اندازی چنین مسابقات را یک گام مثبت دانسته میگوید متعلمین افغان با وجود کمبود امکانات دستاوردهای داشته اند. میدانم که نه تنها در کابل بلکه در اکثر ولایات دیگر مکاتب ما از وسایل خوب برخوردار نیست. وسایل لابراتوارها، بردهای الکترونیک یا امثال از این دیگه چیزهایی که در دنیا استاندارد سوال استفاده میشه و معمول است ما نداریم، ولی با وجود از او میبینیم که پسرها و دخترای ما با استعداد بسیار عالی، با توانمندی بسیار زیاد در این برنامه ها اشتراک میکنند. برنامه ستاره معارف از 3 سال بدین سو را اندازی می شود که متعلمین صنوف 11 نو مرحله را در 9 ماه سال تعلیمی سپری می کنند. محمد عامر ستاره معارف که توانست در این 9 مرحله از میان 53,000 متعلم مقام اول را به دست آورد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که درس خواندن و مطالعه زیاد وی را به این مقام رسانده است. دیر خوشحالیم و دیالله جل جلاله هونه دیر. جلاله 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 هونه دیر خوشحاله ایم سمات ادا توفیق را کرد سه زدوم را درس ہوئیم او جی ستاره معارف ستور اسم اگو تو میں پیغام داد اسے باید اگا پلومڑوی که خپل پلار امور احترام وکړي او د استادانو احترام وکړي او پلار امور سره نیکی وکړي او بل دینه دا هغه ته مطالعه خپل ورځینه کار وکړي او ډیره زیاته مطالعه وکړي. فریحه و نیکبخت دو متعلم دیگر به ترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند. از سوی دیگر رنا یکی از متعلمین لیسه تاجور سلطانه می گوید را اندازی چنین برنامه ها متعلمین دیگر را نیز تشویق می کند تا بیشتر تلاش نموده همانند عامر، فریحه و نیکبخت در مقام های بالا قرار گیرند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.